امیدوارم که روز دوم یازدهمین کنفرانس امنیتی هرات را به خوبی گذرانده باشید. شما را به نشست هفتم با موضوع گفتمان ملی به سوی یک افغانستان دموکراتیک خوش آمدید میگویم. بیش از دو سال از فروپاشی پیشبینی ناپذیر نظام جمهوریت و ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی در افغانستان گذشته است. بار دیگر افغانستان تحت سیطره گروه تمامیت‌خواه طالبان است. دو سال پیش و در کمال ناباوری و تنها در طی چند روز نظام جمهوری مثل برف آب شد و ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی چنان از هم پاشید که انگار هیچ وقت وجود نداشت. طالبان به سرعت به قدرت رسید و در میان اندوه بسیاری از ما خیلی سریع بنیانهایی را نابود کرد که مردم افغانستان و البته با کمک جامعه جهانی ذره ذره به سختی و در طی سالها آنها را ساخته بودند. غم انگیز فقط آن نبود که قانون اساسی افغانستان به دور انداخته شد. غم انگیز فقط آن نبود که پارلمان افغانستان به عنوان اصلی ترین نماد مشورت و مشارکت ملی منحل شد. غم انگیز فقط آن نبود که ساختار اقتصادی ساقط شد و فقر و حتی گرسنگی به تصویری رایج تبدیل شد. غم انگیز فقط آن نبود که زنان افغانستان در جایگاه نیمی از مردم بار دیگر از تمام عرصه ها به پستوهای خانه هایشان رانده شدند. غم انگیز فقط آن نبود که نگرشی بدوی و ارتجاعی از مدارس ابتدایی تا دانشگاه ها و از رادیو و تلویزیون و مطبوعات تا دادگاه های افغانستان حاکم شد. غم انگیز فقط آن نبود که هنر، سینما، موسیقی، تئاتر، فرهنگ کاملا حذف شد. بلکه غم انگیزترین وجه این تراژدی ملی و بین المللی زمانی رخ داد که همه این فجایع اتفاق افتادند ولی جامعه جهانی آن را تحمل کرد و تحمل می کند. مصیبت واقعی وقتی بود که حتی بعضی از کارگزاران دوره جمهوریت لباس تجدد را از تن برون آورده و با تمامیت خواهان طالبانی همراه شدند. فاجعه نهایی آنجا بود که پس از چندی ناباوری و سوگواری و اعتراض رفته رفته اخبار افغانستان ارزش خبری خود را از دست داد و صفحه اول مطبوعات جهان حذف شد و سپس موج دیگر اتفاقات دنیا از حمله روسیه به اوکراین گرفته تا جنگ اخیر در غزه باعث از اولویت خارج شدن مسئله دموکراسی در افغانستان برای جهانیان شد. و واقعیت آن است گرچه بر روی کاغذ رژیم موسوم به امارت اسلامی طالبان ظاهرا هنوز شناسایی رسمی نشده است، ولی در عمل از دریافت کمک‌های نقدی از آمریکا گرفته تا قراردادهای اقتصادی با چین و از رفت آمدهای مقامات طالبانی به ایران و پاکستان گرفته و تا غیره و غیره، عملاً طالبان در خارج از افغانستان پذیرفته شده است و در داخل کشور با سرکوب مردم و به ویژه زنان و روشنفکران به تحکیم ضد ارزش‌هایش از نابودی زبان فارسی گرفته تا انزوای اقوام می‌پردازد. حال مهمانان این نشست که اغلبشان در دوره جمهوریت دارای مقامات عالی حکومتی و غیر حکومتی بودند و در دوره پسا جمهوریت که میتوان آن را دوره ظلمت نامید، در جایگاه مخالفان با طالبان و مبارزان با ضد ارزش‌های طالبانی هستند، در برابر این پرسش کلی قرار دارند که آیا هنوز میتوان به ترویج گفتمان ملی برای همزیستی و همدیگر پذیری و برای بازگشت دموکراسی به افغانستان امیدوار بود؟ ویژگی این گفتمان چیست؟ و چقدر در هر کدام از جنبش‌ها
و احزاب و جبهه های متعددی که شما ضد طالبان تشکیل داده اید در این اواخر به لحاظ نظری و تئوریک پذیرفته اید که در تشکیلات خود این گفتمان ها را عینیت ببخشید. مهمانان من جناب آقای عارف دوستیار، مشاور ارشد اینستیتوت کروگ دانشگاه نوتردام آمریکا، دکتر زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، خانم عاطفه طیب، معین اسبق وزارت در امور پارلمانی، شاه محمود میاخیل، رئیس دفتر سیاسی جنبش جمهوری خواهان افغانستان، علی میثم نظری، رئیس بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، محمد احمد تینج، وزیر اسبق وزارت کار و امور اجتماعی، محمد کریم امین یا محمد امین کریم، فرق نمی کنه، کریم و امین هر دوش یکی است، عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان. تشکر که به ما 30 دقیقه وقت دادیم. خب جناب عارف دوستیار، از شما شروع میکنیم. من اونجا نمیشینم به خاطر شما بتونین خوب گپ بزنم. این میکروفون لطفا میتونین اون میکروفون دستی رو بدین دیگه، همین میکروفون های ما میخوایم صدایشون رو بشنون همه، همون میکروفون دستی رو لطفا به شما و میکروفون لطفا به هم دیگه شریک بسازیم. نه ما نه خوب چیز ما خود تکنیک سینماگر هستیم، صدا رو میخونیم. جناب آقای دوستیار، دت وبر یک تعریفی داره به اسم احساس تعلق به ملیت. در تعریف وبری از احساس تعلق به ملیت، وجود خاطرات مثبت موفق در مردم اهمیت بسیاری داره. حال ما با این مواجه هستیم که برخی از خاطرات تلخ در میان اقوام ما، از جمله برخی فجایع جنگ داخلی در دوره قبل از طالبان یک و یا کشمکش های انتخابی در دوره جمهوریت، عملاً به یک مانع ذهنی مهم در دیگر پذیری و همدیگر پذیری تبدیل شده است که بی‌تعارف این امر در بین احزاب و جنبش های اخیر ضد طالبانی نیز وجود دارد. حالا اگر این حرف درست باشد، به نظر شما چگونه این احزاب می توانند در صحنه عمل و در جدال با ضد ارزش های طالبانی حق برابری و حق برابر و دموکراتیک برای دیگر اقوام قائل شود وقتی که هنوز هم دیگر را نبخشیدند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضار گرامی، سپاس خانم سهرا کریمی و همکاران انستیتوت استراتژیک افغانستان به خاطر دعوتتان و این بحث بسیار مهم. در من مایل هستم که از یک زاویه عملگرایانه و با آینده نگری وارد بحث شوم و یک پیشنهاد مشخص خدمتتان را بکنم به پاسخ سوالتان، و اگر فرصت بود و دور بدی یک پیشنهاد دومی را هم خاطر را کردم. البته باید خاطر نشان بکنم که بحث ما در بستر صورت میگیره که نگاه های دنیا از افغانستان دور و معطوف به بحران‌های دیگه در جهان مانند غزه و اوکراین شده. از جانب گروه طالبان تمایل به گفتگو نشان نمیده و صادقانه حرف بزنیم، سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان در داخل کشور سرکوب هستند و در بیرون از افغانستان هم هنوز در حال شکلگیری هستند. ما در ایتور یک وضعیت نشانه از فضا به خاطر گفتگوی ملی را نمی بینیم. بنان دو گزینه پیش رو داریم. یک ای است که انتظار بکشیم تا اعلامیه های سیاسی و ابراز احساسات به شکل از اشکال جامعه جهانی را وا بدارد تا ای که همراه جریان های که با حاشیه رانده شدن همسو شود، و یا ای که با در نظر داشت آنچه در دست داریم خود ما ابتکار عمل را در دست بگیریم. دنیا در آینده نزدیک با ما و شما به خاطر افغانستان کار مرموز و جدی را انجام نخواهد داد. بهتر است این واقعیت را بپذیریم. جهان به نظر میرسه که به اساس نظریه علمی تکامل به قضیه افغانستان نگاه میکنه. اساس این نظریه را یک استعاره زراعتی تشکیل میده که میوه را وقت میتوانیم بیچینیم که پخته شده باشه.
به همین ترتیب وقت گفتگو زمان هست که منازعه به پختگی رسیده باشه. پختگی منازعه دو علامه داره. علامت اولی است که دو طرف منازعه یکی دیگه خود به قدر کافی آسیب زده باشن و پله های ترازوی قدرت تا حد متعادل شده باشه. قدرت هم یکی از مهمترین شاخص هایش در اینجا تسلط بالای حداقل قسمت از جغرافیا است. نشانه دوم ای است که دو طرف به این باور برسند که ابزار گفتگو برشان منفعت بیشتر داره تا ادامه تنش و جنگ. این رویکرد دنیا در قبال افغانستان دو پیامد داره. یک پیامد خطرناک و یک پیامد ناخوشایند. پیامد خطرناکی است که گروه های مسلح را مجبور می سازند تا وسعت مبارزات مسلحانه خود را وسعت ببخشند. و این بدون شک که برای وطن ما میتونه در عین حال یک مرحله دیگه از خشونت ببره. پیامد ناخوشایند ای است که ما را به انتظار یک میوهی که خودشان میکارن و میخواین ما به او بالاخره برسیم برای مدت طولانی خواد نشان ماندن که هر دوی ازی برای افغانستان مناسب نیست. اگر اجازه بدین که ما پیش برم یا خب یک استعاره بدیلی است که بازم از استعاره زراعتی استفاده کنیم. استعاره بدیل برای ازی موضوع کاشت است. تا ای که منتظر ازی بشنیم که میوه تلخ یا کس دیگر ما بچینیم بهتر است ما میوه خوشتم خود را بکاریم. و این کار ما میتونیم در اینجا تاکید بالا ازی است که در کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت ما یک سلسله ابتکارات مشخص روی دست بگیریم. پیشنهاد مشخص را که خدمتتان ارائه میکنم این است که سفیر صاحب پیشتر بسیار به زیبایی فرمودند که ما میفهمیم که چی را نمیخواهیم اما ممکن روی ازی صحبت نکرده باشیم که چی را میخواهیم. میان کلامتان ببخشید من یک سوال دارم. پیشنهاد شما جالب است ولی سوال من است ما تا زمانی که همدیگر را نبخشیم و کینه در دل همدیگر داشته باشیم از لحاظ سیاسی قومی و همون خاطراتی که در ذهن جمعی وجود داره به نظر شما وقتی اولین گام که بزرگترین گام هست بخشش هست وقتی او برداشته نشد چطور شما میتونین کشتی نو بسازین در سرزمینی که در زمینی که هنوز پر از میشه گفت سمهای کینه و بغض است؟ کاملا باید میکانیزم بخشش روش صحبت شود. به همین اساس است که خدمتتان را می کنم ما به یک روند دورنماسازی بر افغانستان ضرورت داریم که تمام جریان های سیاسی و اجتماعی افغانستان نیاز است تا برنامه های طولانی مدت خود را طرح بکنند و به اساس ترتیب واقعی بینانه پیش برن که بخشش جز از اون میکانیزم خواهد. حالا شما برمیگردم جناب میاخل، شما در واقع رئیس دفتر سیاسی جنبش جمهوری خواهان افغانستان هستین، یک جنبش جدید همچنان جمهوری خواه. شما در جایگاه والی معین و سرپرست وزارت دفاع در دوره جمهوریت بارها و بارها اسنادی را امضا کردین و یا حکم‌هایی را امضا کردین که قائل به جنگ با دشمنان حکومت بودند و در دوره فعلی قائل به اولویت گفتگو شده. به غیر از تغییر موقعیت و منابع چه عواملی باعث این تغییر رویکرد شما شده و چگونه میتوان با جریان تمامیت خواهی گفتگو کرد تا زمانی که آنها خود را در برتریت از ما میبینند، چه برتری نظامی، چه برتری مالی و چه برتری سیاسی و هیچ باوری به گفتگو ندارن، روی کرده شما چه تغییری کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر احترام و سلام به همه دوستای تالار تقدیم میکنم و از برادران و همکارایشان
تشکر میکنم که مجلس ترتیب دادن و کار آسانی نیست در دیار مهاجرت که همه ما را از جاهای مختلف در اینجا جمع کردن. تشکر میکنم و مجلس امروز نظر به سال پیشتر بهتر بوده به خاطر که ما بیرق ملی را در اینجا داشتیم و توانستیم که دو آهنگ وطنی به زبان پشتو و در اینجا سروده شد. جناب میاخیل جواب سوال. ما میخوایم که باید در یک کانتکست آدم باید گپ بزنن. اگر در کانتکست گپ نزنیم ما تنها به سوال و جواب نمیتونیم که مشکل افغانستان را حل کنیم. مسئله دوم، خدا کنه که سال آینده از اینکنون بهتر شود، ما سرودی ملی را اینجا داشته باشیم و یک ترجمان زبان پشتو را اینجا داشته باشیم و کسی که مسلمه واره راحت تر به زبان پشتو گپ زده میتونه او هم ترجمه شد. یک چیزی هست که ما با بهتری باید بریم. سوال مهم، دو سوال بسیار مهمی که هست. اول، ما از این 40 سال سقوط نظام ها و رژیم ها، چی سیاسیون، چی ممالک همسایه و منطقه و چی ممالک دیگری که در این منطقه هست، چی یاد گرفتیم؟ کدام درس از این گرفتیم یا نگرفتیم؟ به نظر ما درس نگرفتیم. اول سر طالبا بحث شد، دین روز طالبا یک گروپ ملا یک استبداد را در افغانستان به میان آورده که مدل از این را نه در ممالک اسلامی پیدا کرده میتونی و نه در ممالک غیر اسلامی و نه در صدر اسلام. و ای اما یک شعر سعدی صاحب است که ترسم نرسی به کعبه ایراوی، این را که تو میروی به ترکستان است. ایرایی که ها پیش میرن خودش زمینه را به جنگ مساعد میسازه، زمینه را با امو جنگ های نیابتی، رقابت های نیابتی قومی و غیره مساعد میسازه. دیگه به این شکل گروپ حاکم هم از این چیز یاد نگرفته. گروپ مخالف طالبا به شمول همه ما که اینجا هستیم، ما هم از این سقوط ها عبرت و درس نگرفتیم. ما نتونستیم که در 2.5 سال سر یک 5 نقطه توافق کنیم، یک موقف واحد داشته باشیم که هم مردم افغانستان رو قبول کرده بتونه، هم جامعه بین المللی ای به میان نامده. منطقه هم و ممالک منطقوی هم از این سقوط ها عبرت و درس نگرفتن. به طور مثال همه ای در امی فرمولی که تعامل خوش هستند، تعامل در از لحاظ سیاسی یک پروسه بی‌معنا، ناچار و هیچ ثمره را به میان نمیاره و این سستن بلام نیست. از این خاطر که بو وقت ما میتونیم که به ضد افرادگرایی در افغانستان و منطقه کار کرده بتانیم که در افغانستان یک حکومت مشروع باشه، یک حکومت قانونمند باشه. اگر اون نباشه افغانستان به منطقه خطر است و امی رقم منطقه یا فراتر منطقه به افغانستان خطر است. این یک بحث است که نه ما چیز یاد گرفتیم، نه همسایه های ما چیز یاد گرفتیم و نه کسایی که در مسائل افغانستان داخل است در امی 30-40 سال 50 سال چیز یاد نگرفتن، درس عبرت نگرفتن. سوال دیگه دوم این مهم است که آیا به روایت ها، به اندیشه ها و پالیسی های کنه که باعث سقوط نظام افغانستان شده، ما میتونیم که باز یک حکومت قانونمند، مردم سالار در اونجا حاکم شوه؟ جوابی از این نفی است. به این روایت های کنه، به این اندیشه کنه، به طرز پالیسی های کنه چی منطقه داره و چی جه نمیتونه. جناب یک مثال از این پالیسی های کهنه یا اندیشه کهنه بتین که ما بفهمیم دقیقا منظورتان چیست؟ پالیسی کهنه ما این بوده که اول افغان ها به خود فکر نکردن، همیشه به این انتظار بودن که دیگرها بیای ما را جور کنه، حتی با اجندای ملی به یک چند نقطه مشخص. ما حالا منتظر هستیم که
در یک کنفرانس و دیگه کنفرانس مطرح شود و دنیا ما را بخش تشویق کنه و جوگه امی کار در افغانستان هم بود. یعنی تکیه به خود نکدیم، تکیه به تنها به خارجی ها کدیم. به شما برمیگردم. با توجه به حرفی که شما گفتین، سوال را از جناب دکتر حسین ارشاد دارم. امی یک نقطه نگردم. امی یک نقطه آخری چون در اینجا چی کنیم؟ هدف ما ایسته که این پالیسی تعامل منطقه و دنیا باعث عظیم میشه که افرادگرایی دیگه هم تشویق شود در منطقه و رشد کنه. از این خاطر که طالبا نه اراده ازیره داره و نه ظرفیت ازیره داره که با همه گروپ های افرادی منطقه جنگ کنه. نه جلب ETI ما در اینجا گرفته میتونه، نه جلب حزب تحریر گرفته میتونه، نه جلب ایمی را گرفته میتونه، نه القاعده و داعش و غیره را. این خودش یک ابو امید کاذب است که ما خود بازی میدیم. جناب میاخیل از این سوال یک سوال دیگه میبره. آیا شما در دوره جمهوریت که در یک هم معاون وزارت دفاع بودین هم سرپرست بودین، آیا شما جلوی افراطیت رو تونستید بگیرید؟ ما به حیث کل نماینده جمهوریت اینجا بحث نمی کنم. در چوکات کاری خود بله، در ننگرهار ما اولی ننگرهار بودم. داعش در زمان ما سقوط کرد، امنیت در اونجا آمد، ولایتی که در حالت سقوط بود بتوانستم که در یک نیم سال اما ولایت یک ولایت امن شود و آخرین ولایت تقریبا ولایتی بود که سقوط هم کرد، نه به خاطر جنگ بلکه به خاطر شکست سیاسی که در افغانستان صورت آمد شد. بله جناب دکتر ارشاد، جناب میافل تاکید دارن که گویا ماها همش به فکر کمک‌های دیگران هستیم و خود ما به فکر خودمان نیستیم. اما شما وقتی که به احزاب و جنبش‌ها می‌بینین، مخصوصاً احزاب و جنبش‌هایی که بعد از روی کار آمدن طالبان علیه طالبان تأسیس شدن، همیشه شاخص نام و مرام خودشان را شهروندی، ملی، قومی، نمی‌فهم این، یعنی شاخص‌های بسیار پرتمطراق بگاشن. از جمله خودتان هم یک حزبی را با همین نام تشکیل دادیم. سوال من این است که اما واقعیت جنبش ها و احزاب سیاسی که چی در گذشته تأسیس شده بوده و چه اخیراً تأسیس شدن و با این که شعارهای ملی و همه شمول دارن، در حقیقت اکثریت قریب به اتفاق اونها روی کرد قومی دارن و شهروندان همقوم خود را جذب و تشویق میکنن. این روی کرد آیا پیامی تفرق افکنانه را به سایر جنبش های ضد طالبان ارسال نمی کنند و آنها را در اتحاد برای ایجاد دموکراسی همه شمول مردد نمی سازد؟ به نظرتون اینجا یک پارادوکس نیست؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت همه سروران گرامی، همکاران در پنل، مهمانان و فرهیختگانی که در مجلس حضور دارند و سپاسگزارم از جناب آقای مرادیان دکتر صاحب که مجال و فرصتی صحبت و گفتگوی جدی را مساعد ساختن و ما خوشبختیم که از این مجال و فرصت برخورداریم. ببینید افغانستان و کشور و جغرافیای بنام افغانستان جغرافیای پارادوکسیکال و تناقض است. جغرافیای پارادوکس است. ما اگر دنبال یافتن یا جستجوی پارادوکس ها باشیم شاید خیلی وقت و انرژی از ما ببره. اما بیاییم مستقیما روی و پرسشی که شما مطرح میکنید، ببینید بسیار واضحه. ما در ابتدا یا در آغاز باید صورت مسئله را شرح بدیم. یعنی اصلا طرح مسئله باید بر انسان امروز و نسل مخالف جبهه طالب باید شود. ما جهش در تاریکی نکنیم، فرصتی از دست دادن فرصت را دیگر نداریم. و بسیار واضحه که جدال افغانستان در اکنون خود جدال میان مردم و طالب هست، جدال میان کسانی است که دل در گرو آبادانی افغانستان داره و در طرف مقابل کاش مذهبیون و کاش ملاهای صادق به مسیر و طریقت مذهبی می بودن. تعبیری که من میکنم است که اولیگارهای مذهبی در صف دیگر قرار دارن. تعبیر اولیگارها را اکثرا از دوستا شاید به خوبی و بهتر از من میفهمین. اولیگارها همواره اشتیاق دارن، اشتیاق وصف ناپذیر دارن برای سوی استفاده از عنوان و چیزهایی که جامعه توده‌ای مثل افغانستان را راحت میتونه قانع بسازه، راحت میتونه
مجاب بسازه. اما بحثشون شما از ویبر صحبت کردین، کتاب ویبر یا کتاب معروفش که میشه گفت کتاب مقدس دنیای مدرن هست، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری و فرضی اصلیش همیست که اساساً دنیای مدرن زمانی ممکن شد که جان ملا در دنیای غرب و مسیحیت عوض شد. دیدگاه و صورتبندی ذهنی و افق تصوری ملا و آخوند عوض شد. کالوان و لوتر برآمد تا اینکه سرمایه‌داری ممکن شد. حالا در افغانستان ما هم همینه. افغانستان ما چه بخوایم چه نخواهیم یک جامعه دینی است. بنابراین اگر دینداران واقعی وجود داشته باشه، اگر ملاها و مولویها و آخوندها به صورت واقعی دل در گروی تمام پیامها و مسیجهای رهایی بخش دین داشته باشه، پر واضحه که وضعیت افغانستان این نیست که دین و پیام رحمت للعالمین نه تنها برای افغانستان لکه ننگ شده، بلکه برای هرچی مسلمان در دنیا لکه ننگ شده. بسیار واضحه که کار را نمی کنه. نه شرعی است، نه عقلانی است و نه مبتنی بر ارزش های فرهنگ وطنی ما. بنابراین هر آن چیزی که از این دست وجود داره اینا اولگارهای مذهبی و دینی است. خب حالا میان کلامتان فرهنگ وطنی ما منظورتان چیست؟ فرهنگ وطنی ما بسیار واضحه. یکی از فرهنگ وطنی ما پشتوانه به نام مولانا داره، پشتوانه به نام مکتب بلخ داره، پشتوانه به نام عرفان جامعه و فرهنگ هرات داره. اینا افتخار و شکوه سلاطین مثل سلطان غزنوی و سلطان محمود اینا را داره. ما یک گسست داریم. حالا من میخوایم این را بگویم، این پروژه است که ما با برخی از ایدولوژی های ناکام قطعه قطعه میشیم. مثلا زبان پشتو جدا میشه از مولانا. این ظلم عظیم بر زبان پشتوست، این بر ادبیات پشتوست. پشتو حقش و سزاوارش این نیست که از مولانا جدا شه، از سعدی جدا شه، بلکه با پشتوانه ای راحت تر میتونه در جدال های فرهنگی و گفتگوها و دیسکورس های منطقی حضور پیدا بکنه. بنابراین این ظلمه، این دفاع از پشتو نیست، این دفاع از فرهنگ رایج افغانستان خود با کلیت خود افغانستان. این ارزش ماست، این هویت ماست. ببینید بحث چون بحث هویت هم میشه، چین که در جلسه قبلی هم بود، چی ما نظر خود انگیختگی فرهنگ یا باورها و برداشت‌های ذهنی رو بپذیریم، چی یک امر تأسیسی بدانیم. در هر دو حال مشکلی که وجود داره و پیشنهادی که من مشخصا دارم ایست که احزاب جدید، نسل امروز و کسانی که در جبهه مخالف اولیگارها قرار داره، اینها باید روی سه مسئله باید یک تأمل بکنه. حرف معروف فروید است، ایره من نمیگیم، ایره فروید گفته. فروید میگه که یک باور را تا زمانی یا یک رویه را تا زمانی همراهی کنید که او رویه پتک نشه که بر پیشانی شما و بر فرق شما فرود میاید. من نمیفهمم که ما یک تاریخ تجربه کردیم، برخی از باورهای غلط را تجربه کردیم، او با جان ما، با جهان ما، با هستی ما بازی میکنه، ولی در عین حال تمایل وصف ناپذیر داریم برای استمرار او. من نمیفهمم که چرا این چنین هست. بنابراین سه کار را باید بکنه. یک، نسل امروز و کسانی که در این جبهه قرار داره روی اصول و ارزش هایی که نسبت های گروه های متکثر در افغانستان با هم دیگه تعیین میکنه، این چی باید باشه؟ اصول و ارزش های به عبارت دیگه، چون همقاری سب حضور دارد و هم جناب کابولی سب، اصول دینی سیاسی ما در حوزه سیاست و مناسبات قدرت چیه؟ ای باید روشن شود توسط کنشگران جدید. دو، ساختار و سیستم سیاسی که در افغانستان واقعهای جامعه افغانستان را پاسخ بگوید، واقعهای جامعه افغانستان را درک کنه و کارآمدی سیستم و ساختار برای ما مهمه. ما نباید پتسی بسازیم ساختارها را، ما نباید حیثیتی برگزار بکنیم ساختارها را. هیچ ساختاری در هیچ جای جهان یک امر ازلی و قدسی نبوده و در افغانستان هم نیست. مستقیما برمیگرده به کارآمدیش. اگر کارآمد بود، نیاز جامعه افغانستان و جامعه متکثر و پر از دایورسیتی افغانستان را اگر پاسخ گفت، اوکی، در غیر آن صورت ریجکت. سه،
در قسمت مکانیزم ها وقتی که این شد او زمان است که بس محض زنان بحث همه امور و مسائل که امروز به عنوان معضل حیاتی برای جامعه افغانستان هست حل میشه. در غیر او صورت همه چیز تکراره. جناب ارشاد 20 سال وقت داشتیم، 20 سال وقت داشتیم و این 20 سال ما باید تمرین میکردیم. به نظر شما حالا که دشمن تمام قدرت نظامی، مالی و سیاسی را گرفته و ما را به عنوان جزیره های بسیار تنها در گوشه گوشه دنیا رها کرده، شما فکر میکنین ما حالا میتونیم به این سه موردی که شما گفتیم دست پیدا بکنیم؟ بله بله، بسیار واضح، بسیار به وضوح میبینم این امید را. آدم در ظلمت برداشتن بسیار لذت بخشه. توری سیاسی است، من چون دانشجوی حوزه سیاست هستم، توماس اسپریگینز یک طرح داره، یک توری داره به نام توری بحران ها. میگه بحران ها آبستن نظریه است، از بنبست ها کوچه رهایی متصوره. در دوره جمهوریت متاسفانه آدم ها خب بمانه، ولی شرایط فعلی ما و افغانستان با کلیت خود با یک بنبست مواجهیم. از همه شما و کنشگران سیاسی و کسانی که دل در گروه آبادانی افغانستان دارم میخوایم که همه بنبست را بنبست بفهمیم. یک، دو، طبیعی است که الزامات این فهم ما را مصمم میسازه، قادر میسازه برای فتح قله های به نام افغانستان. تشکر خانم طیب. علی‌رغم همه شعارهایی که آقایان میدهند و شاهدان هستیم که حتی در دوره پسا جمهوریت احزاب جنبش های متعددی که با محوریت مطالبات و با محوریت ای که ما ضد طالبان هستیم، اما با محوریت مطالبات و اولویت های قومی و مذهبی و طبقاتی شکل می گیرن. اینها نمیخوان اعتراف بکنن ولی همچین چیزی هست. آیا در میان زنان افغانستان اراده و جریانی وجود دارد که ورای اولویت های رایج سنتی با محوریت محرومیت ها و آرمان های زنان جنبش فراگیر را در واقع بسازن و مسائل زنان افغانستان را از حیث زن افغانستان و زن افغانستان بودن بررسی بکنن، نه اینکه از کدام قوم است و مذهب است و طبقه اجتماعی است؟ فکر میکنین ما زنان پتانسیل ای را داریم که فراتر از نگاه های مردانه یا همون میل گیز بریم؟ به نام یاد خداوند بزرگ، با عرض سلام و روز بخیر خدمت تمام حضار. من عرض خسته نباشید دارم خدمت تیم محترم انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان بابت زحمات چند شبان روزشان، چند ماهشان، و قدردانی میکنم از ابتکار بسیار عالی در راستای آوردن گروه گردانندگان خانم در طی دو دوره اخیر کنفرانس، یعنی دهم و یازدهم. ما اگر بیاییم به نقش حیاتی زنان در طول تاریخ و مبارزات مدرن دموکراتیزه سازی و تغییر اجتماعی ببینیم، میبینیم که در طول تاریخ موفقیت های بیشمار نصیب زنان شده. یعنی هر روند گذار به دموکراسی که زنان در او بوده و هر مبارزه ای که زنان شامل او عرصه بودن، در اخیر به یک موفقیت انجامیده. جنبش های حق رأی زنان در اوایل قرن بیستم گرفته تا فعلا در قرن کنونی تمام مبارزات بنابر برابری سیاسی و اجتماعی شکل گرفته. اما در شرایطی که محدودیت های بیشمار بالای زنان افغانستان از طرف گروه حاکم وضع شده، این نقش مبارزات زنان به نظر ما برجسته تر و مهمتر از هر زمانی می باشه، به دلیلی که زنان قربانیان اصلی گروه استبدادی می باشند در هر کشوری که نظام استبدادی وجود داشته باشه. حتی در موارد ما شاهدی هستیم که گروه های دموکراسی خواه هم زنان را به حاشیه می رانند و در تصامیم بزرگ و تصامیم سرنوشت ساز زنان حذف می شن از او روند ها و در حقیقت زن و سیاست را دو مقوله جدا از هم دیگه می بینن و سیاست زن با دو طیف از خواستن و توانستن زنان و ضدیت مردان برابر شده. با این بک‌گراند و پیش زمینه من می خواهیم بگم که فعالیت های زنان و جنبش های اخیری که ما در سطح افغانستان خصوصا بعد از 15 آگست 2021 داشتیم، در حالی که جهان منتظر ای بود که ببینه چقدر تغییرات آمده در
مفکوره طالبانی اگرچه انتظار وجود نداشت ولی باز هم خوشبینی هایی بود در موردی که شاید نرمش وجود داشته باشد در رفتار طالبان، اما متاسفانه ما شاهدی بودیم که با اعمال فرمان ها و دستورهای مختلف زنان در عرصه های مختلف به طور عموم در 4 عرصه حذف شدن از اجتماع، حضورشان در اجتماع، فعالیت های اجتماعی، سیاسی، حق کار و حق تحصیل و آموزش که در حقیقت یکی از ضربه های بزرگ به سرنوشت زنان بود. اما در قسمت اعتراضات، تظاهرات، جنبش هایی که زنان داشتن و باور ما تانسته موفق باشه، به دلیلی که با تمام سرکوبگری هایی که از طرف طالبان و اون ناروا داشته شد، اما باز هم ادامه دادن به مسیر مبارزه ایشان. حتی ما در لحظه کنونی 5 از فعالین زن را در زندان های طالبان داریم و این نشان دهنده ای هست که با وجود تمام سرکوبی ها، با وجود خریدن مبارزاتشان به قیمت زندانی شدن، باز هم به این مسیر ادامه دادن. من فقط میخوایم بگم که یک مورد مهمی که میتونیم از تمام این مبارزات برداشت بکنیم این است که زنان در طی این مبارزاتشان یک مسئله را ثابت کردن و او اصل حق حاکمیت شهروندان بوده که او حاکمیت از آن شهروندان هست و باید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم او را تمثیل بکنن. خواست زنان و حضور زنان در فعالیت های سیاسی اشاره کنیم. آیا زنان افغانستان با 20 سال تمرین دموکراسی که داشتین و من فکر میکنم 20 سال پیش با تمام عیوبی که داشته طلایی ترین دوره زندگی زنان افغانستان بوده، آیا به اون شعور، توانایی و بلوغ سیاسی رسیدن که ما حزبی کاملا جداگانه از احزاب مردانه داشته باشیم و رهبران زنی داشته باشیم که در واقع پرچم ایرا به دست بگیرن که ما میرویم به سوی افغانستانی که میخوایم که افغانستانی دموکراتیک باشه، آیا به همچین استیجی رسیدیم؟ در قدم اول اگر بیایم یک بار ارزیابی داشته باشیم، با وجودی که هیچ شک وجود نداره ما دوران بسیار طلایی را داشتیم، دستاوردهای بیشماری در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زنان داشتن، اما فکر میکنم که یک سوال قبل از اینکه ما به این مسئله بپردازم میخوام یک سوال مطرح بکنم. آیا واقعا روند گذاره به دموکراسی و ادغام زنان در جامعه به شکل کلی صورت گرفته بود یا نه؟ آیا موفقانه بود یا نه؟ دلیلی که وقتی ما شاخصه های یک دموکراسی را بررسی بکنیم میبینیم که نقش مردم، از جمله اراده مردم و حکومتی که در او اراده مردم تمثیل شده باشه، همه موارد باید در نظر گرفته شده باشه. فرض بر این که ما در نظر بگیریم که زنان ای توانایی را داشتن که دارن، بدون شک هیچ انکار، ما منظور ما انکاری مسئله نبود، اما وقتی ما ادعای دموکراسی را میکنیم، دموکراسی یعنی که یا منظور ما این است که یکی از تحولاتی که باید در چون عنوان هم دموکراتیک هست و بس ما هم مثلا جامعه دموکراتیک هستی است که ما باید به این باور برسیم که دیگه سنتی فکر نکنیم، ای که زن و مرد از همدیگه تفکیک بکنیم. جان ژاک روسو نظریه داره که انسان ها از بعد به تولد با همدیگه مساوی هستند. وقتی ما ادعای تساوی بودن زن و مرد رو داریم، دیگه به باور ما نباید تقسیم بندی بکنیم گروه های زنان را. درست است، درست، اما خود این میتونه یک ملاحظه باشه چون زمانگیر هست. آیا با شتابی که ما به سمت دموکراسی طی دو دهه گذشته آمده ما یا تانسته موفق باشیم؟ من به این دلیل میخواستم این مسئله را اشاره بکنم، به دلیلی که هنوز هم شاید تا او حد ما آماده ای نباشیم که یک حزبی را بخوایم در زنان فعالی که هستن همه در بیرون از کشور وجود دارن، هنوز زمینه او مساعد نباشه. وقتی ما باور به مساوات داشته باشیم، باید زن و مرد مساویانه با هم دیگه کار بکنن، به این نیاز نباشه که تقسیم بندی صورت بگیره. جناب میثم نظری، ما با روی کرد تک قومیگرایانه طالبان و با روی کرد تمامیت خواهش، با روی کرد فرهنگ ستیزیش، با روی کرد زن ستیزیش آشنا هستیم. جبهه مقاومت ملی که شما به هر حال از او جبهه نمایندگی میکنین، نخستین تشکلی بود که در میان مردم افغانستان در برابر حاکمیت مجدد طالبان تشکیل شد و ابراز وجود کرد و نخستین جریانی بود که جامعه جهانی را متوجه تداوم مقاومت در برابر طالبان کرد. ولی برخی از دوستان سابق رهبران جنبش مقاومت مثل آقای عبدالله به راه دیگری رفته و مسیر تعامل با طالبان را انتخاب کردند.
همچنین جبهه دیگری تحت نام جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیاء نیز ابراز وجود کرده و کاملا رویکرد نظامی و چریکی دارد و در همین ماه‌های گذشته در ولایت‌های مختلف خسارت‌های قابل توجهی را به طالبان وارد کرده. به نظر شما و بر اساس تجارب دو سال گذشته چقدر مبارزه برای دموکراسی در افغانستان و برگرداندن ارزش‌های دموکراتیک از طریق گفتگو با طالبان و اتخاذ رویکرد سیاسی شدنی است و یا نه تا چه حد بر گزینه نظامی میتوان تکیه کرد؟ کما اینکه حواسمان باشد جامعه بین المللی میگه ما از گزینه نظامی حمایت نمی‌کنیم و میخوام بدانیم که اولویت جبهه مقاومت ملی در مقابل طالبان چیست؟ به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، با سلام و درود به همه اشتراک کننده های کنفرانس و اولتر از همه از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، علل خصوص دکتر صاحب مرادیان اظهار تشکر امتنان می کنم که چون این یک فرصت و فضا را برای مردم افغانستان ایجاد کردند تا یک گفتمان سازنده در موارد مختلف ایجاد شود، علل خصوص درباره آینده کشور و دوره پسا طالبان که بیشتر پنل امروز ما و شما متمرکز به چون این جستار و بحث می باشه. در قسمت جبهه مقاومت ملی افغانستان و سوالی که شما طرح کردین، خب در ابتدا باید روشن بسازم و واضح بسازم که تصمیم ما بر آغاز مبارزه، تصمیم ما برای ادامه آزادی خواهی، دموکراسی خواهی و رسیدن به یک دولت مشروع منتخب، دولتی که مبتنی بر اراده و آرای مردم افغانستان باشه، هیچ بستگی به تصمیم، مشوره، پیشنهاد هیچ یک از کشورهای خارجی نیست، چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان. و روزی که جبهه مقاومت ملی افغانستان ایجاد کردید با مردم افغانستان، یعنی روز 15 اگست 2021 زمانی که رهبر جبهه از کابل به پنجشیر رفتن، دوستهایی که به پنجشیر و بندراب تشریف آوردن از اقوام، از مذاهب، از اقشار مختلف جامعه افغانستان بودن و چون این تصمیم گرفتن که ما نباید دست برداریم از این مبارزه که نه تنها تاریخچه 20 ساله داشت یا 50 ساله داشت، بلکه ما صد چند سال است که برای یک دولت مشروع و یک دولت مبتنی بر اراده مردم افغانستان، آرای مردم افغانستان، واقعا یک نظام دموکراتیک مبارزه میکنیم و تقریبا دو سال و چند ماه میشه که مبارزه ما ادامه داره. استراتژی که ما اتخاذ کردیم بر اساس شناختی که از گروه مستبد و تروریستی طالبان داریم، از واقعیت‌های افغانستان داریم و از شرایطی که حاکم هست چی در افغانستان چی در سطح منطقه و جهان، به این نتیجه رسیدیم که باید در مرحله اول ما از هر شکل و از هر راهی که میشه طالب به چالش بکشانیم و نباید ملاحظه در قسمت استفاده هر افزار یا هر راهی که باشه نشان بدیم، چه او مبارزه مسلحانه هست، مقاومت مسلحانه که ما بعد از شکست بعض از تلاش‌های برای گفتگوها مقاومت مسلحانه را شروع کردیم در داخل کشور و در خارج از کشور مقاومت سیاسی دو سال و چند ماه میگذره ازش که هر روز که میگذره مقاومت سیاسی ما در حال گسترش هست، در حال جان گرفتن هست
به خاطر در این مرحله که ما قرار داریم کوشش و تلاش و تمرکز بر سر این هست که به اثبات برسانیم که طالبان آن گروه که مدعی است که شکست ناپذیر است نیست، که به آسانی چی ماشین نظامیش است، چی دستگاه سیاسیش است، چی دستگاه تبلیغاتیش است شکننده است، و اینها یگانه واقعیت افغانستان نیستند و باید مردم افغانستان از هر راهی که میشه به حق خود برسن، که متاسفانه با آمدن این گروه از تمام حقوق خود سلب شد. یعنی در مرحله اول باید چنین فشارهایی بر سر طالبان بیاید، یا ای که تن بتن به خواسته های و مطالبات مشروع و بر حق مردم افغانستان، یا این که با این فشارها ما به یک مرحله پسا طالبان برسیم که یک اجماع سیاسی از طریق گفتگاه ها، از طریق خب یک فضایی که همه نیروها و جریانهای سیاسی اجتماعی مدنی و قومی و غیره جمع شوند و به یک سلسله نتیجه گیری ها برسند و ما بتوانیم در یک دوره انتقالی خود به یک دولت واقعا دموکرات و یک دولت مبتنی بر اراده و آرای مردم برسانیم. راهی که ما و شما داریم راه مبارزه، راه مقاومت، راه دراز هست مطمئناً، اما هر روزی که میگذره امیدواری ها در حال افزایش است. همی که دو سال بعد از سقوط کابل ما در چنین یک پلتفرم از جریان ها و از اقشار و از احزاب مختلف در یک پنل مشترک داریم و درباره آینده افغانستان با تمام تفاوت ها و اختلافات جمع شدیم و تمام فکر ما بر سر یک افغانستان با صلح و صفا، بر یک افغانستان دموکراتیک است، یک گام به پیش می باشه. مقاومت ملی فعلا اولویتش روی کرد سیاسی است؟ اولویت ما این است که از هر شکلی که میشه، از هر راهی که میشه، از هر طریقی که میشه که دشمن ما بر سرش فشار بیاوریم، ضعف‌هایش رو بر همه نشان بدیم و در واقع بر مردم افغانستان امیدواری خلق کنیم که میشه یک فردای بهتری داشته باشیم. یعنی اگر کنن فردا با شما در یک میز بشینن و مذاکره کنن، جبهه مقاومت ملی حاضر است مذاکره کنن با طالبان؟ باب گفتگو همیشه باز است. بازم توپ در میدان ما نیست، توپ در میدان طالبان است و اگر فشارها باعث شود که طالب روی کرده خود تغییر بده، دست برداره از استبداد، دست برداره از جنایات، دست برداره از تروریسم و حمایت از تروریسم منطقه و جهانی، میشه اونا هم جز یک پروسه و یک فرایند ملی باشن برای ایجاد یک دولت مشروع و منتخب. جناب تنج، ببینین در همی پنلی که نشستین احزاب و جنبش های ضد طالبانی متعددی هستش و احزاب و جنبش های اخیر ضد طالبانی با هدف بسیج افکار عمومی مردم افغانستان و جلب حمایت جهانی جهت بازگشت دموکراسی به افغانستان شکل گرفته، درست است؟ ولی تعدادشون روز به روز زیادتر میشه. به نظرتون آیا این تکثر روزافزون باعث هدر رفتن بخشی از منابع، بخشی از امکانات مالی و تدارکاتی و همچنین نیروهای انسانی نمیشه و همچنین باعث ایجاد سردرگمی در جامعه جهانی نمیشه که چطور اینها را شناسایی کنه و از اونها حمایت کنه؟ آیا به نظرتان اقداماتی برای ایجاد چتر و کنگره فراتر از احزاب ضد طالبانی، مثلا کنگره ملی عراق که در برگیرنده همه احزاب مخالف صدام حسین بود، آیا همچین راهکار میتونیم اتخاذ بکنیم که به هر حال همه احزابی که شاخه های متعددی دارن، افکار متعددی دارن، استراتژی های متعددی دارن زیر یک چتر بالاخره جمع بشن و از یک آدرس مشخص با جامعه جهانی و با دیگر منابع قدرت صحبت بکنن؟ فکر میکنین آیا این میتونه یک راه حل باشه و آیا این راه حل امکان پذیر هست؟ آیا
ما به یک همدیگر پذیری سیاسی حزبی جنبشی رسیدیم که زیر یک چتر جمع بشیم. به نظرتان بیاین واقع بینانه بگوییم، از شعار و از شاعری بگذاریم. به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت تمام اشتراک کننده ها. بسیار سپاسگزار هستیم که با سلامندی تا این ساعت روز شما شنونده پنل هستین. خدا کنه که یک مقدار دیگه هم شکیبایی داشته باشیم که بالاخره به ختم پنل برسیم. من خانم سارا کریمی یک یاد داشتایی مطابق رویه سیمینار آماده کرده بودم، مگر این را بخوانم بعدش به سوال شما روز کنم سوال ما را جواب بدیم، به خاطر اینکه وقتم کم است و همیشه باید دور دیگه برم شما را خوب سوال درست است. اول سپاسگزار هستیم از مرکز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نسبت برگزاری چنین یک سیمیناری که در شرایط فعلی افغانستان نهایت ضرور است، مهم است، چون مردم افغانستان او روزم دوستایی جا گفتن که 27 ماه یا 850 شبانه روز را لحظه شماری میکنن که از ظلمت طالبا رهایی پیدا میکنن. برگزاری چنین سیمینارها یک در واقع روزنی امید برشان میشه، یک رویه میشه، مورال میشه، با وجودی که ما باید روی محتوا و برآمد و موثریت سیمینارام توجه داشته باشیم که دقیقا استاد مرادیان، جناب اسپنتاس و ابن ایس سیاستگرای افغانستان این موضوعات را با همکارایشان دقت کردن. ما اشتراک کننده هایی که از کشورهای مختلف، از نهادهای مختلف، چیرا و احزاب مختلف در اشتراک میکنن، موثریت طبیعی که این سیمینارها را میدانیم. در مورد سوال شما اگر بیاییم، ما قطعا موافق به اینمی هر قدری که شکل میگیره جنبش های آزادی خواهی، جنبش های برای تغییر، چی در سطح کشورهای منطقه باشه، چی در دنیا بوده باشه، سوال جواب سوال شما در واقع در سوال تامبو جوابش که ببینین در عراق هم این پراگندگی، این مشکلات بود، بالاخره و کنگره‌ای که دوج شکل گرفت نظم و ترتیب را بنای به عراق برد. متاسفانه جامعه عراق مشابهت هایی که با افغانستان داره، ولی جایی هست که او مشابهت ها را نداریم و او هم امروز به ما منعیس یک نقطه قوت شده. من یک روز از آقای خلیلزاد پرسان کردم که خودت در نماینده امریکا، سفیر امریکا به عراق بودی، موفق بودی برای آوردن یک حکومتی که دوج رئیس جمهورش از یک مذهب باشه، از قوای سلاسی دیگیش پارلمان بوده باشه، از مذهب دیگه صدر اعظمش، یعنی من مذاهب را مد نظر گرفتین، هم به شکل فدرال و جا کردار را مد نظر گرفتین، عین وضعیت تقریبا به افغانستان هم امکانی داره. آقای خلیزاد گفت که عراقی ها چطور تایی موفق شدن؟ عراقی ها پول داشتن، امکانات داشتن، نفت داشتن. نی؟ ما متاسفانه گفت افغانستان نداریم، حالی که اگر این نفت و این چیزا به دست طالب می بود دیگه قصه ما شما شاید جمع می بود که یکی داریم خود لاجورد داره مادن خودتان می فهمین که یک پروسی بسیار طولانی مدت از جمهوریت در 20 سال گذشته که اینا را استخراج کرده نتانست، ای چیزای عوام فریبانه که طالب میکنه ما با او باورمند نیستیم. بنابراین ما امیدوار هستیم از شکل گیری جنبش ها، احزاب، بالاخره یک روزی، چون همیشان هدف مشترکشان بربادی یا به حساب سرکوب و شکست طالب است، یک چیز بسیار مهم است، و کلشان بر افغانستان یک پارچه، یک افغانستان متحد، بر آمدن یک حکومت با عدالت اجتماعی، تساوی حقوق، بر ارزش زن و مرد افغانستان ارزش های قائل بوده باشند. و با در این حال عرض کنم که به یک برایی وضعیت فعلی افغانستان، بنابراین نقاط مشترک بسیار جدای ناپذیر داریم، ای اعذاب یا این جریان های سیاسی اجتماعی فرنگی. ما نقاط مشترک جدای ناپذیر داریم ولی عجیب جدا پذیر هستیم، عجیب از همدیگه جدا هستیم. چه کاری باید صورت بگیره، چه عمل کردی باید صورت بگیره که این نقاط مشترک جدای ناپذیر ما بالاخره دیده بشه و به یک مکانیزمی تبدیل بشه که این مکانیزم ما را به سوی یک راهبردی برساند. ما اولین چیزی که ما معتقد هستیم هم پذیر بوده باشیم. شما را من ایسی یک خانم افغانستان و ارزش هایی که شما افغانستان نیستم بخصیم. این یک حضوری از جامعه مردم افغانستان هست. این منظور می هست. ما احترام داشته باشیم اما طوری که
ما امروز با کرتی پالتون نکتایی در مقابل شما ظاهر هستیم. برای شما هیچ مشکلی شما با پیرانتنبان وطنی ملی آمدیم. ما خوابر... ما عرض میکنیم. خب درست در نقطه سنجی شما ما چیز نداریم. عرض میسته که ما منعیسه اگر بگویم امروز ایت یک موضوع را مطرح بکنم که من منعیسه یک باشنده شمال افغانستان از جابجایی وزیرستانی ها و طالبای پی تی تی در شمال افغانستان زیر نام مهاجر و کوچی به شدت نگران است. بر ما فرقی نمی کنه مثل که اسرائیل غزه را اشغال کردیم روز 70 سال است که او زخم خونین هنوز خونین است. امروز پاکستان با جابجایی طالبان پاکستانی غزه را می خواهد در شمال افغانستان در شمال شرق افغانستان بکنه. ما ایرا به عنوان یک عضو شمال خانواده شمال ایرا باید ننگرهاری هم کنار ما ایستاد باشه، خوستی هم کنار ما ایستاد باشه، جلال آبادی بدخشانی و هراتی هم ایستاد بوده باشه. به دلیل از اینکه خطری را که من منعیس یک ترک تبار اسم میکنم سوزنی را که در جان ما هست پشتون مسائل بین باشه، ازاری مسائل بین باشه، تاجیک و... برعکسش امروز که در خدای نخواسته ظلمی که بالای عرض کنم اقوام پشتون ما با مثلا گستاخی که در مقابل فرهنگ اصیل پشتون ما طالبا میکنه ما این را تحملش را نداریم. مثلا ما با کلچر، عنعنات، با ارزش‌های تمام برادرهای پشتون این امپذیری منظورم از یاد طولانی نسازم امپذیری های ما برای حاصل دادن ای جریان های سی جنبش ها و یا حرکت ها و اکسل عمل ها کمک میکنه. تشکر. تشکر بسیار جد. ما برمیگردم جناب آقای کریم، شما آقای کریم ما کریمی یکم هر دو بخشنده. خب جناب آقای کریم، شما از یک حزبی هستین، نماینده از حزبی میکنم اسم حزب اسلامی افغانستان. نسل ما خب شاهد بسیار چیزا نبودیم اما بسیار چیزا شنیدیم راجع به حزبتان. من یک سوال خیلی مستقیم دارم، آیا حزب اسلامی افغانستان باور به دموکراسی داره؟ و اجازه بدین، و آیا طرفدار بازگشت و گذار به دموکراسی هستین؟ اگر هستین از چه دریقی؟ آیا میخواییم با احزاب دیگه یک جا بشین و این مسیر به سوی دموکراسی رفتن و طی بکنین یا نه تک و تنها مثل همیشه؟ و یا نه شما اگر باور به دموکراسی ندارین پس باور به چی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر از ظریف بینی شما که چند بار نامه و در کارتی هم که ما داده شده به نام محمد کریم امین معرفی شدیم، چون به ما کدام مشکل بزرگ نیست ولی نام یک لعینی بود که نمیخوایم با او تلفیق موضوع شود. مشکل بزرگ آزار بتم، امین بودن از کریم بودن بهتر از دنیا. هر دوش خوب است. اجازه بتیم دوسته توضیح کوتاه بتم. یکی قرار نبود که ما در این پنل و در این جمع شکوهمند صحبت بکنم بدون اطلاع ما و بدون قرار قبلی از ما خواهش کردن و به احترام جمع محترم ما هم پذیرفتم و تشکر میکنم. دوم اجازه بتین که صراحت بتم که ما در اینجا به نمایندگی نه کدام نظام و نه کدام حزب سیاسی به خصوص حزب اسلامی که متعلق به واسطم شرکت میکنم، بلکه صرفا به خاطر تمرین و تعمیم همدیگر پذیری که خودت و دوستای دیگه بر او تاکید کردن با کمال افتخار در این جمع اشتراک میکنم. و پیش از اینکه به سوال شما پردازم، ما برخلاف جمع غفیر از این مجمع محترم نه در براندازی نظام موافق هستم و نه در سیاه و سفید ساختن جانبین متفرقین. کدام نظام؟ نظامی که فعلا در افغانستان مسلط است. واقعیت رژیم منظور رژیم طالبانی رو میگین؟ ترجمه نظام رژیم است در فارسی. میخوایم کلمات فارسی استفاده کنم، دری استفاده کنم. نظامی که فعلا در افغانستان تنظیم امارت اسلامی طالبان که در افغانستان مسلط است یک واقعیت عینی انکارناپذیر جامعه است
و اقتضای هم دیگر پذیری ای است که جانبین متفرقین یکی دیگر سیاه و سفید نکنند. نه یک طرف سفید مطلق است و جانب مقابل سیاه مطلق و نه برعکسش درست است. این گفتمان گفتمان او صدراعظم است که در این شب و روز خود را نماینده نور و مخالفین مبارزه گفتند که سیاهی مطلق است و با قتل عامش کمر بستن. کدام صدراعظم؟ آقای نتانیاهو ادعا کرد که ما نماینده نور مطلق و جانب مقابل ظلمت مطلق است. بنان اینا حیوانان زنده هستند، باید نابود شوند. این صحبت و این گفتمان عیناً در خلاف او چیزی است که شما و ما نامش هم دیگر پذیری میگذاریم. خب آقای نتانیاهو در مشکلات خودش است. فعلا ما در مملکت گفتمان سیاه و سفید ساختن هم دیگر دقیقاً در مسیر اونمو گفتمان است که آقای نتانیاهو عمل میکنه برش. عرض میست که من اینجا برای هم دیگر پذیری هستم. حتی ادعا میکنم شاید خوشایند اکثریت شما برادرها و خواهرها نباشه، عمدتاً طرفدار تحولات دو سال اخیر هم هستم و دلایل خود هم دارم. اما اگر اجازه بدین در رابطه با دموکراسی من نمیخواستم صحبتی بکنم. 20 سال اخیر متاسفانه ابزار به دست مخالفین دموکراسی داد و چنان دموکراسی و جمهوریت را مسخ کرد که اظهار کلمه دموکراسی در جامعه افغانستان امروز غیر معنوس است، غیر مألوف است. متاسفانه ما به دموکراسی شخصا به مثابه یک فلسفه نه، بلکه به مثابه یک روش معتقد هستیم، به معنی نظام منتخب مردم سالار دینی. اما دموکراسی از نگاه فلسفی تعریف و اقتضائات دیگه داره که با اون اشکالاتی داره من حیث یک مسلمان. اما من حیث یک روش نه تنها موافق هستم، بلکه او را از اصول اساسی نظام اسلامی در کشورها میدونم. تشکر جناب شما. بذارین شما اکثریت برادرای که اینجا هستن شما گفتین نمایندگی نمیکنین دیگه، چیکار کنین؟ من حرفی دارم من حیث یک افغان. بفرمایید. حرف من این است که ما اگر چون که برادرها همگی در یک جهت صحبت میکردن، اگر مونولوگ میخواین من حرفی ندارم، ولی اجازه بدین که چند دقیقه من حرف متفاوت از جمع حاضر بزنم. من فقط یک خواهش میکنم که شما مهمان هستین و یک توفیق اجباری شامل حالتون شد، وقت خواهش میکنم که از این پلتفرم برای تبلیغ استفاده نکنین، نظراتتون فقط با ما بگین. مطلقاً نمیارسم. بله تشکر. ما در بحران فعلی، در معادله فعلی کشور سه عنصر تعیین کننده داریم: جامعه جهانی، تنظیم امارت اسلامی طالبان و متباقی ملت افغانستان که در برگیرنده همه غیر تنظیم امارت اسلامی طالبان است. اینها خواستهای مشخصی دارند. جامعه جهانی استراتژی واضح و موقف واضح در قبال قضیه افغانستان گرفته و داره. استراتژی انتخاب بین به رسمیت شناختن، بین منزوی کردن بیشتر، حمایت از جنگ و یا تعامل. اجماع جامعه جهانی امروز بر اساس تعامل بر تنظیم امارت اسلامی استوار است. جامعه افغانستان برخلاف صحبت هایی که اینجا اونجا میشه بی زبان نیست و اینطور گفته نمیشه که ما میدانیم که چرا نمیخوایم. نه خیر، این گونه نیست. به طور مثال به شما عرض میکنیم که سازمان ملل متحد و نمایندگی از آقای فریدون سینردیولو در طول 3 ماه در افغانستان در 15 ولایت سفر کردند و از 17 ولایت نماینده هاش خواستن، با 300 نفر در داخل و خارج مذاکره کردن. 4 خواست ملت افغانستان صریحا واضحا. من میان کلامتون میگم وقتی از تعامل صحبت میکنین، ما حداقل نیمی تعامل داریم، حداقل نیمی مردمی که به هر حال مخالف طالبان هستیم، نیمی صبوری را داریم که تعامل میکنیم و حتی میشنویم نظرات مخالف را. اما طالبان همون گروهی که شما فکر میکنین که گروهی مثلا قبولش دارین، تحولات تحمل او تعامل نمیکنه، حتی تحمل نظر مخالف نداره و در حال حاضر دختران زیادی در زندان هستن فقط به خاطر حق خواهیشان. پس بنابراین اگر قرار است که تحمل صورت بگیره باید دو طرفه باشه. من به شما برمیگردم جناب کریم. بخیر، من خواهش میکنم 2 دقیقه دیگه به من اجازه بدید. فقط 2 دقیقه. یک دقیقه. نیم دقیقه. خب
برداشت و عرض مئیس در طول دو سال گذشته و در 15 سال گذشته تمام زندگی ما وقف آوردن صلح در کشور شده. صراحتاً عرض میکنم که خواستهای جامعه جهانی، خواستهای ملت افغانستان، خواستهای تنظیم امارت اسلامی طالبان تقاضاهای نیستن که در تضاد و در تقابل با هم باشن حکمن، بلکه از طریق یک کنفرانس تحت نظارت سازمان ملل متحد با حضور اقشار ملت افغانستان، با حضور تنظیم امارت اسلامی طالبان، ما میتونیم بدون از اینکه قدم دو قدم پیش یک قدم پس تا به حال اقدام شده و نتیجه نداده در میز مذاکره بشینیم همه تقاضا را برآورده کنیم. من یک سوال دارم که 5 دقیقه به شما نیم دقیقه به شما اجازه میدم زیادتر صحبت بکنین. ما خب نسل ما یک ذره با همین لغات سیاسی خیلی آشنایی نداره، چرا اینقدر تنظیم میگین؟ تنظیم یعنی چی؟ یعنی یک حزب سیاسی که اقتدار سیاسی در افغانستان به دست داره، اونا خودشان را امارت اسلامی افغانستان میگن. ما با واقعیت معطوف هستم که یک تنظیم سیاسی عقیدتی خاص بر افغانستان حاکم است. اگر شما جناب ارشاد، با توجه به صحبت‌های ایشان، در ابتدای دوره جدید از قدرتگیری طالبان، این تنظیم طالبانی که ایشان میگن در افغانستان، این وعده از سوی طالبان داده شد که برخلاف گذشته اقوام دیگر، همه اقوام به خصوص شیعیان و هزارهای افغانستان، از حقوق برابر شهروندی خود برخوردارند. بر اساس همین وعده برخی از رهبران قوم هزاره با طالبان تعامل کردند و در همراهی با جنبش‌های نوظهور ضد طالبان مانند جبهه مقاومت ملی تردید کردند. خب بعد از گذشت 2 سال آشکارا روشن شده که شیعیان افغانستان حتی در انجام مراسم و عقاید مذهبی خود تحت فشارند و همچنین گزارش‌های موثق از پاکسازی قومی، جابجایی جمعیتی تمام اقوام و تملک اجباری از زمین‌های تمام اقوام هر روز به گوش ما میرسه و موثق هستن. و اکنون ثابت شده که طالبان هم با اعتقادات غیر از اعتقادات خودشان و با اعتقادات شیعی و هم با قومیت هزاره و هم با زبان فارسی و هم با قوم تاجیک در ستیز جدی هستن. بنابراین چرا در حالی که شهروندان عادیه، از شما سوال میکنم بخاطر شما یک حزب شهروندی دارین، چرا در حالی که شهروندان عادی هزاره همواره در 20 سال گذشته در چالش با تبعیض‌ها پیشرو بودند، اما برخی از مشاهیر و چهره‌های شاخص شما با ممانعت از پیوستن قوم خود به جریان متقاضی دموکراسی در افغانستان باعث بدنامی آنها شده و هنوز به تعامل با طالبان دل بستند و در پیوستن به جنبش‌های ضد طالبان تردید می‌کنند؟ ببینید، ما سخنگوی او مجموعه آدمایی که شما از تمایل اونها سخن به میان آوردین ما نمایندگی نمی کنم و علل قاعده اخلاق سیاسی هم ایجاب نمی کنه که ما در غیبت اونها از جانب اونها سخن بگیم. ما متکفل موقف خود و موقف آدرس را که داریم ما و همکارانیم از او آدرس هر سوال با شما در خدمت تانیم. و قبل از این که یک حدیثی هست میگه که غیبت شر خودش خیر است. ما بسیار آرزو داریم و نه تنها آرزوی ماست، بلکه آرزوی هر فردی متعلق به او جغرافی است که همه هموطنها همدیگر را دارای حقوقی سلب ناشدنی فهم بکنیم. یا آرزوی ماست، این فرق نمیکنه که به قول منطق ارسطویی که به شرط لا باشه، که البته که طالب اگر ادعا کرد که ما حقوق سلب ناشدنی را برای شما میپذیرم و قبول دارم چون طالب است، ما رد کنیم، من چی چیزی نیست. هر کسی، هر فردی که به انسان او ملک و سرزمین به عنوان انسان صاحب حق که این حقش سلب ناشدنی است به اعتبار جای، به اعتبار زبان، به اعتبار باور و به اعتبار خیلی از مسائل اقتصادی دیگه ارگا سلب نشد و او را به رسمیت شناخت، او را نه تنها ما بلکه کل ملت افغانستان میگه اوکی. بنابراین ما بسیار دوست داریم که جناب آقای کریم از کرامت و از رحمت سخن بگن
و عملا شرایط افغانستان شاهدی شرایط باشه که ما او را فعلا حداقل ازش وحشت داریم او نباشه. تمام آرزوی ما است. آقای تیانج برخی از موارد را اشاره کردن یا برخی از موارد را خود شما گفتیم. من پیشتر که گفتم در سه چیز باید چشم ها را شست، جور دیگر باید دید. در سه چیز ما باید تجدید نظر بکنیم. او فرمایش جناب آقای امین یک نکته هست. ببینید ما در بحث‌های متدولوژیکی و روش‌شناسانه بحث داریم. امروزه بحث روش دیگه بحث خونسا نیست. در بحث‌های متدولوژیکی وقتی که ما دموکراسی رو به مسابقه روش هم میپذیریم، این روش الزام داره. پیش فرضی روش دموکراتیک است که همه مردم افغانستان دارای حق سلب ناشده نیست و میتونه از او حق خود استفاده بکنه. پیش فرضش است. به مسابقه روش هم ما اگر سخن بگوییم، بنابراین او آرزوی ماست. در حالی که it goes without saying، معلومه که افغانستان چی میگذره و نظام نامه ای که حداقل شما به عنوان نظام نامه حکومت طالبان میخوانید و او استناد میشه، ای کاش به بحث های سیاسی به صورت جدی هم میپرداخت و بحث ها را مطرح میساخت، تو را نکرده. ولی به هر حال اونمو مستمسک است که به استناد او میشه شما قضاوت بکنید. به هر حال من میخوایم بگویم که من یک نکته دارم خانم کریمی. من میخوایم بگویم که قبل از اینکه نکته تان ادامه بدین، لطفا از تئوری و شاعری و شاعرانگی شاعر نیه. بیاین واقع گرایانه باشیم خانم کریمی. ببینید مشکل افغانستان همیست. پیش فرض وجود همه دانشگاه ها و مراکز در دنیای توسعه یافته یک چیزه. مشکل سیاسی خود را به میانجی تئوری و نظریه دانشگاهی و متخصصان حل میکنن. مشکل ما هم است که شعر میفهمیم و شعر را آگاهی میفهمیم. مشکل ما هم است. یک لحظه، سقراط به مردم آتن در اون زمان گفت که سقراط شما کفش خود را حاضر نیستید که به یک فرد غیر متخصص واگذار بکنید برای رنگ کردنش. چطوره که سرنوشت شما که سیاست است او را جهش در تاریکی میکنید؟ به هر جه اگر بگویم شما میگین شعر است، شعر نیست. شاید من یک شوخی با شما بکنم، ما یک رئیس جمهوری داشتیم که هم تئوریسین بود هم کتاب نوشته و مملکت نابود شد. نه خب به هر حال ببینید، من میخوایم چی بگیم؟ من میخوایم اینو بگیم که شرایط افغانستان، وضعیتی که ما درش به سر مبریم، غیر قابل تحمله. ما از هر لحاظ با فروپاشی تمام عیار روبرویم. این ما نمیشه. ما کاش با این کار ما معادله عوض میشد. معادله هست. معادله بیرونی واقعیت ها و فکت های بیرونی هست. خب وقتی که ای هست چی کار کنیم؟ من پیشتر عرض کردم ما اولین قدم ایست که بحران را بحران بفهمیم. یکی از مشکلاتی که ما به عنوان یک فرد در فرمایشات جناب آقای امین میبینم، که آقای کریم میبینم، یک چیزه و او یکی وضعیتی غیر قابل تحمل افغانستان را این بحران نمیفهمد. این فکر میکنه رهایی است، خوشبختی است، تازه شاید نور باشه. ببخشید من برای اینکه 12 دقیقه بیشتر نیست و من با هنوز باید با آقای دوشیار برگردم، هنوز با آقای تنج برگردم، هنوز با آقای نظری و هنوز با آقای میاخل برگردم، یک چند دقیقه شما صبر کنین. صبر جناب میاخل، شما خب در بدنه قدرت و حکومت قبلی بودین، اعتماد مردم از دست رفته نسبت به شما سیاسیون تا حدود زیادی، دیگر باورتان نداره. خود مردم افغانستان هم بسیار سنتی هستند و هنوز مسئله دموکراسی آنقدر ذهنی و درونی نشده و اونها نیاز به رهبر دارن، نیاز به راهنما دارن، نیاز به بزرگ دارن. ولی متاسفانه نسبت به سیاسیونی که بارها با فساد و قدرت طلبیشون به اونها خیانت کردن، آنها نامیدن و دشمن ما طالبان هم اونها را اسیر کردن. حالا سوال من از شما این است که به عنوان کسی به هر حال تجربه سیاست داریم، چگونه میتونیم دوباره مردمی که کاملا نگاه سنتی و رویکرد دینی دارن به همه مسائل رو ترغیب بکنیم به آشتی با دموکراسی که اونها فکر میکنن یک نسخه غربی است، و ترغیبشان بکنیم به ارزش‌های دموکراتیک و انسانی و اونها را همسو و همگام کنیم با جریان‌های ضد تمامیت‌خواهی و طالبان؟ چطور شما سیاسیون
میتونیم دوباره مردم را ترغیب بکنیم به تمرین دموکراسی. تشکر. ما خو در گفته های پیشتر خود گفتم که ما با روایت های کونه، روایت هایی که اندیشه های کونه و پالیسی های کونه که باعث سقوط شده، ما نمیتونیم که جمع شویم و یا مبارزه کرده بتانیم. در امی سوال خودت، ما یک روایت منفی را ایجاد میکنیم. به طور مثال، شما سیاسیون یا شما حکومتی ها یا شما کسی که در نظام بودین، امی خودش شما هم در نظام بودین. نه من 2 سال عرض من جامعه مدنی هم در امی نظام بوده، پارلمان هم در امی نظام بوده، تجار هم در امی نظام بوده، همه در امی نظام بودن. از امی نظام آب خورده، از امی نظام روش کرده و امی نظام پس تخریب کرده. دیگه از این خاطر ما روایت نو به شرایط نو به ایجاد کنیم. و ایست که فردن ما در اینجا آمدیم ششتیم، به امی خاطر آمدیم که ما یک روایت نو ایجاد کنیم. اگر باز امو فلسفه کونه باشه، ما نمیتونیم که وحدت ملی را به میان بیاریم. ما خود ما روایت های را به طالب دادیم در 20 سال گذشته که او را به ضد ما استعمال کرده. در امی مجلس اگر ما مذاق هم میکنیم و گپی میزنیم، در حقیقت ما یک روایت دیگر را به او میتیم که به ضد ما استعمال کنه. ما فردن ایره ایتو توجیه کردیم در دموکراسی یا در نظام جمهوری که طالب به مقابل اشغال در اینجا مبارزه میکنه و وا مسلمان خوب هستن و ما نیستیم. امی خودش ایجاد کردن امی رقم روایت وا را تقویه کردن. ما گفتیم که ما کلگی فاسد هستیم. در فاسد در افغانستان، در هر ولایت افغانستان از 500 نفر اضافه نبوده. در کل افغانستان که شبه 3-4 هزار نفر میشه. ما 40 میلیون مردم افغانستان کل گره فاسد معرفی کردیم. ما کمی باید در گپای خود باید احتیاط کنیم. در افغانستان هر کسی مسئولیت انفرادی هم داره، مسئولیت اجتماعی هم داره. ما باید به ارزش ها اینجا جمع شویم. ما چرا حرکت جمهوری خواهان میگیم؟ این ارزش است. این را نه به طالب علاقه دکه میتانیم، نه به کدام کسی قدرتمند دیگه و یا به کدام سمت و قوم و زبان. وقتی که ما میگیم مردم سالاری، کل مردم افغانستان حق داره که در کل پروسه شریک باشه. هیچ کسی را نفع کرده نمیتانی. سیاست انحصار قدرت و نفع باعث همی شده که ما پراگنده شدیم. رژیم ها در افغانستان سقوط کرد، نظام ها در افغانستان سقوط کرد. ما موافق نیستم که آقای کریم که بگه که نظام طالب، نظام از خود تعریف دار از لحاظ سیاسی. میشه که یک گروه امارت اسلامی، تنظیم امارت اسلامی پس اصلاح کردن، این بهتر است. اما تنظیم گفتن. اما اگر بگن که نظام است، نه نظام از خود تعریف داره. دیگه به ازی خاطر خواهش میسته از همه دوستایی که ما روایتی را ایجاد نکنیم که خود تضعیف بسازیم، خود پارچه پارچه بسازیم و نتانیم که جمع شویم. ما میتونیم که هم روایت جور کنیم، ما میتونیم که با هم بشینیم، ما میتونیم که با هم دیالوگ داشته باشیم و بالاخره به هدف کلانی که در افغانستان یک حکومت مشروع و قانونمند به میان بیاید. تا که اون نباشه، ما نمیتونیم که مشکلات خود حل کنیم. جناب میرخیل، یک مکسی در حرفای شما بکنم. جناب ترنج، با توجه به حرفای آقای میرخیل، چون وقتم کم است و وقت ما تمام میشه، فکر میکنین که ساکنان جغرافیای سیاسی افغانستان تا چه حد در فرایند گذر از قومگرایی به ملیگرایی و ایجاد تصوری برابر از مفاهیمی چون وطن و سرنوشت مشترک پیش رفتن؟ فکر میکنین ما به این رسیدیم، به این کانسپت، به این مفهوم رسیدیم؟ و آیا به جایی رسیدن که به لحاظ ذهنی، اندیشه‌ای، نه به لحاظ گفتاری و شعاری، به لحاظ ذهنی و اندیشه‌ای، آیا ساکنان جغرافیای سیاسی افغانستان میتونن به جای این همه رفاقت‌های خرد و کلان با یکدیگر به یک وحدت ملی به معنای واقعی کلمه برسن؟ آیا امکان داره؟
در طول 20 سال گذشته جمهوریت دیدیم که پویایی یا در واقع آگاهی و شعور سیاسی مردم افغانستان بالا رفته. اشتراک در انتخابات یکی از مثالهایشان است و احترام گذاشتن به ارزش‌های دموکراسی، قانون اساسی، موضوعات را دیدیم. یا هم پذیری را حداقل ما در گذشته بسیار کم داشتیم، مثلا خانم ولسوال بوده باشه، خانم شاروال بوده باشه، خانم مجری بوده باشه، اینا را مردم افغانستان پذیرفتن مثلا و با ذهنیتشون آماده بود. بر بخشش ای را مثال داده میتونیم. بنابراین اینا نقطه های هنوز امید است، این روشنی ها هست، مردم افغانستان چنین یک فضایی را میخواهد، طرفدار خریدار چنین فضایی است که این وابستگی به ما داره که چگونه ای را ما شما مدیریت کرده میتونیم، چگونه هم دیگر خود ما پذیرفته میتونیم که یک نسخه نجات بخش باز برای مردم افغانستان پیشکش کنیم. مثلا تا ساعت دو بیشتر وقت ندارم و فقط 5 دقیقه وقت دارم. جناب آقای دوسیا و خانم طیب و آقای نظری سوال میکنم، لطفا خیلی مختصر جواب بدین، حاشیه نرین. جناب آقای دوسیا، از دموکراسی حرف میزنیم، حالا چه مفهوم لغویش، چه مفهوم فلسفیش، چه مفهوم ساختاریش. دموکراسی به عنوان یک ارزش، ارزشی که میتونه به ما عزتمندی ما رو برگردونه، ارزشی که میتونه به ما همو احترام انسانی ما رو برگردونه، آیا فکر میکنین دموکراسی در اذهان مردم عادی افغانستان آیا تعریف شده؟ اگر تعریف شده چگونه؟ اگر تعریف نشده چگونه میتونیم در ذهن انسان عادی افغانستان ایرا تعریف کنیم که دموکراسی ضد دین نیست، دموکراسی ضد رسوم‌های بومی نیست، دموکراسی در واقع یک نوع خواستگاهی برای رسیدن به آزادی انسانی است. آیا ذهن انسان عادی افغانستان یا افغانستانی فکر می‌کنیم با دموکراسی آشتی کرده؟ من فکر میکنم که افغانستان جامعه ما ذاتاً یک جامعه غیر متمرکز است. به این اساس در با معنای واقعی دموکراسی به او ترتیبی که در افغانستان میتونه ای پیاده شود، مردم ما مشکل نداره. ما یک کشور هستیم که مشورت، جرگه، این موارد در تاریخ ما همیشه بوده. حال سوال اساسی است که ما چگونه به اموجه میرسیم. من خدمتتان یک پیشنهاد 3 مرحله ای را دارم. بازم تکرار میکنم، باید تکرار بکنم، خاطر نشان بکنم که من از کدام جریان اینجا صحبت نمی کنم، از یک جایگاه تقریبا دانشگاهی و پژوهشی اشتراک کردیم. پلان پیشنهاد 3 مرحله ای را که دارم خدمت تمام جریان های سیاسی و اجتماعی هستند که در داخل از افغانستان و یا در خارج فعالیت دارند. مرحله اولی است که یک سلسله بحث‌های درون گروهی باید صورت بگیره و در اونجا 3 سوال باید مطرح شود که مردم افغانستان بفهمند. سوال اولی است که هر جریان کجا می روید؟ سوال دومی است که چگونه به اونجا می خواهید برسید؟ مشخص، واقعی بینانه. سوال سومی است که با کی در ایران می روید؟ جایگاه گروه‌های رقیب، جایگاه گروه متخاصم در اینجا چیست؟ با حذف نمیشه پیش بریم. مرحله دومی است که اگر ما هر جریان بتانه امی 3 سال را در قالب اسناد دورنما Visioning Documents ای را بیارن، بعدش با استفاده از گزارش اخیر سازمان ملل متحد و امکان ازی وجود داره که اینا یک نماینده خاص را به خاطر تعامل با افغانستان، نه با طالب تنها، با افغانستان تعیین بکنه، میشه که از اونا بخواهیم پروسه تبادل افکار و تبادل اسناد میان ای جریان های سیاسی و اجتماعی افغانستان را اینا فراهم بسازند. به نظرتون مثال کنگره میتونه مثال خوبی باشه؟ ما در مورد کنگره متاسفانه زیاد معلومات ندارم. میخوایم در بستر افغانستان صحبت بکنیم. مرحله سومی است که اگر ما بتونیم امی اسناد را ترتیب بدیم، ما را این نزدیکتر به ائتلاف سازی میان گروپ های می سازد که طالب نیستن، گروپ های مخالف طالب یا غیر طالب، هر نام را که برش می مانه. و در اینجا ما باید یک روی کرد را پیش بگیریم که فراتر از طالب فکر بکنیم. بنان تمرکز پیشنهادات ما بالای جریان های سیاسی و اجتماعی است که یا علی طالب کار میکنه و یا هم حداقل اینا طالب نیستن، به دلیل از اینکه حتی اگر فعلا تا
طالب بخواه وارد گفتگو شوه، حقیقت ای است که طرفه که با طالب بشینه واضح نیست صادقانه حرف بزنیم. با اینمی پروسه ما میتاریم طرفه که با طالب بشینه را واضح بسازیم، یک و دوم آماده گفتگو شیم از لحاظ محتوایی. به این دلیل امی جریان ها تمامش به یک پروسه خود ضرورت دارن. در قدم اول هر جریان خودشان بین هم بشینن، در قدم دوم تمامی جریان ها با هم صحبت بکنن، و در قدم سوم باز با جانب مخالف میشه. تشکر خانم. من خیر است امیر صاحب، یک دست صبر میکنیم برای ما، یک دو تا سوال دیگه داریم. نه دیگه سوال نداریم در مورد خانم ها. اوکی، وقت ما را از بحثی که قبل گرفتن حالا به ما وقت نمیدن، خیر است. تشکر، ممنون بابت تمام صحبت هایی که کردین و امیدوار هستم که موفق و سربلند باشین در راهی که در پیش گرفتین و موفق باشین. من یک دقیقه عرض دارم، یک دقیقه با اجازه آقای مرادیان و جمعه. دموکراتیک ترین شیوه، هرچند که واژه مسخ شده افغانستان است، این خواهد بود که تمامی اقشار افغانستان، جناهای مختلف در داخل و خارج، فقط یک تقاضا را مطرح بکنند: انتخاب یک شورای ملی در مملکت، انتخاب که قانون اساسی مملکت را بنویسه. تشکر دیگه همه چی.